سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك. بسم الله الرحمن الرحيم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام خدمت عزیزان بیننده و شنونده، بحثی که در خدمتتون هستیم بحث علم صرفه. جلسه قبل ما در مورد تعریف علم صرف، فایده علم صرف و موضوع علم صرف مطالبی رو عرض کردیم. علم صرف گفتیم علم کلمه شناسی و کلمه سازی، و موضوعش هم که مباحثش حول محور او دور میزنه و مربوط به اوست کلمه است. و اقسام کلمه هم گفتیم سه قسم: اسم و فعل و حرف. منتها حرف چون که صورت ثابتی داره و علم صرف هم در مورد تغییر بحث میکنه، فلذا در علم صرف جایگاهی نداره. در ابتدای این جلسه دوست دارم این تمریناتی که برای این درس گذشته در کتاب اومده اینها رو یه مروری بکنیم. تمرین اول اینه که علم صرف چه علمی است. خیلی خوب، ما از توضیحات قبل واضحه علم صرف یه علمی است که به ما یاد میده یه کلمه رو چطوری بشناسیم، اصل کلمه رو و تغییراتی که بر کلمه ها عارض میشه، و از این کلمه کلمات مختلفی رو چطوری درست کنیم. این علم صرفه. تمرین دوم در مورد این سواله که علم صرف درباره چه چیز بحث میکنه. این سوال در واقع اشاره میکنه به موضوع علم صرف، یعنی علم صرف درباره چه چیزی بحث میکنه، یعنی موضوع علم صرف چیه. چه موضوع علم صرف گفتیم؟ کلمه است، که علم صرف در مورد خود کلمه، ساختمان کلمه و چگونگی تغییر دادن کلمه به حالات مختلف بحث میکنه. بس موضوع علم صرف همین کلمه است. سوال سوم که اینجا فرموده منظور شما از خواندن صرف چیست، در واقع اشاره میکنه به فایده علم صرف. چه عرض کردیم در دو چیز خلاصه کردیم فایده علم صرف رو، که کلمه شناسی، که کلمه رو بشناسیم، معنای دقیق کلمه رو بشناسیم، و قدرت بر ساختن کلمات متفاوت از این کلمه، یعنی کلمه شناسی و کلمه سازی. یا به تعبیر بعضی از بزرگان میفرمایند که فایده علم صرف یا غرض ما از خوندن علم صرف تحصیل و به دست آوردن یه ملکه برای شناخت کلمه و ساختن کلمات متفاوت از این کلمه اصل و مادر. تمرین چهارم و سوال چهارم در مورد فرق لفظ محمل با مستعمل سوال کرده. فرموده لفظ محمل و مستعمل رو تعریف کنید و برای هر کدام چند مثال بزنید. لفظ یعنی اون، عرض کردیم که اون صوتی که از دهان خارج میشه، این لفظه. این لفظ اگه معنا داشته باشه، یعنی وضع شده برای معنایی، بهش میگیم مستعمل. و لفظ محمل یعنی لفظی است که از دهان خارج میشه، صوتی است که از مخرج صداهای در دهان خارج میشه، از این مخارج بیرون میاد، اما معنا نداره چون که برای معنایی وضع نشده. یعنی لفظ محمل یعنی صوت معنیدار و معنادار، صوتی است که برای معنایی وضع شده و لفظ وضع نشده. لفظ مستعمل صوتی است که برای معنایی وضع شده. برای هر کدوم مثال بزنید. تمام الفاظ که ما استعمال میکنیم برای معنای این وضع شده، اینا مستعملند، مثل کتاب، مثل اسماء اشخاص، علی، حسن، حسین، مثل قرآن، همه اینا که وضع شده برای معنایی و استعمال میشند و معنا دارند، اینها لفظای مستعملند. هر صوتی که معنا نداره اینها محملند، مثلا میگن کتاب، متاب. متاب برای معنایی وضع نشده، یا هر چیزی که بالاخره یعنی صوت هست اما برای معنایی وضع نشده، اینا لفظهای محملند، که میتونید مثالهای زیادی رو بگید. سوال پنجم، کلمه و لفظ محمل با هم چه فرقی دارند؟ در واقع این همین سوال چهاره، یعنی کلمه، چون که همین گفتیم مستعمل یعنی همین کلمه است، یعنی به کلمه ای چه معنا داشته باشه، کلمه یعنی معنا داره، اون کلمه رو مستعمل میگند،
یعنی در واقع وقتی چه گفتن کلمه با مهمل سه فرقی داره، یعنی مستعمل با مهمل سه فرقی داره. کلمه یه لفظی است که مفرده و معنا داره، منتها مهمل معنا نداره. دقیقا همین سوال سهاره، چیز جدیدی نیست. سوال ششم در مورد اسم و فعل، چه دو تا از اقسام کلمه هستند. فرموده که اسم و فعل رو تعریف کنید. اسم عرض کردیم که یه کلمه ایست که دارای معنای مستقله، یعنی ما میتونیم معنای اسم رو مستقلا تو ذهنمون تصور کنیم بدون نیاز به ضمیمه کردن این اسم و این لفظ به کلمات دیگه. ما خودش رو میتونیم مستقلا تو ذهنمون تصور کنیم و مقترن به یه زمان نیست، نزدیک به یه زمان نیست، یعنی فقط خود اون معنای مستقله. در کنار این معنای مستقل دیگه زمانی وجود نداره. این تعریف اسمه. تعریف فعل هم کلمه ایست که دارای معنای مستقل در تصوره و در کنار این معنای مستقل زمان هم هست. یه نکته ای در اینجا خدمت عزیزان عرض کنم، چه بعضی وقتا شاید اشکال بشه. ما نمیگیم اسم کلمه ایست که دلالت بر زمان نمی کنه. ما اینو نگفتیم. ببینید، چون که بعضی ها اینطوری میگن اسم کلماتی است که دلالت بر زمان نمی کنه، فعل دلالت بر زمان می کنه. بعد یه اشکالی میاد، میگن آقا الیوم یعنی امروز، غدن یعنی فردا، امسه یعنی دیروز. اینا کلماتی هستن که اسمند ولی دلالت بر زمان می کنه. الیوم یعنی امروز، این زمانه. غدن یعنی فردا، یعنی این زمانه. امسه یعنی دیروز، این زمان گذشته. پس چطور شما گفتید که اسم زمان نداره؟ دقت بفرمایید، ما نگفتیم اسم دلالت بر زمان نمی کنه. ما حرفمون اینه، اسم کلمه ایست که دارای معنای مستقله و در کنار این معنای مستقل زمان نداره. یعنی یه معنا داره، در کنار اون دیگه زمان نداره. قدن اینجوریه، امسه اینجوریه. امسه دلالت می کنه بر یه معنای مستقل که همین زمانه، همین دیروزه. در کنار این معنای مستقل دیگه زمان نداره، دیگه دیروز خودش دیگه زمان نداره. اما فعل اینجوری نیست. فعل یه معنای مستقل داره، در کنار اون معنای مستقل زمان هم هست. فلذا هیچ وقت امسه یا الیوم یا غدن و امثال اینها داخل در معنای، داخل در تعریف فعل نمیشن که بعضیا تصور میکنن. میگن خیلی خوب، فعل دلالت بر زمان میکنه، اینا هم دلالت بر زمان میکنه. نه، فرق میکنه. ما گفتیم فعل کلمه ایست که دلالت میکنه بر یه معنای مستقل، دلالت میکنه در کنار اون معنا، یعنی همزمان. این معنای فعل مرکب از دو چیزه، هم معنای مستقل، در کنار اون معنای مستقل یه زمان هم هست. اما غدن اینجوری نیست، فردا، امسه اینجوری نیست. اینا یه کلماتی هستن که معنای مستقل دارن ولی اون معنای مستقل خود زمانه. در کنار این معنای مستقل چه زمانه دیگه زمان نداره، چون که زمان چه مقترن به زمان نمیشه. پس اینو دوستان دقت بفرمایید، ما نگفتیم که اسم کلمه ایست که دلالت بر زمان نمیکنه. نه، ما گفتیم اسم کلمه ایست که یه معنای مستقلی داره، در کنار این معنای مستقل زمان نداره، یعنی معنای مرکب نداره. اما فعل معناش مرکبه، یه معنای مستقل با زمان. این هم سوال ششم که دقت بفرمایید. سوال هفتم در واقع کلماتی رو داده، چه شما، چه گفتیم کلمه سه قسمه، یا اسم یا فعل یا حرف، و بیرون از این سه تا ما کلمه نداریم، غیر از این سه تا ما کلمه نداریم. یک کلماتی رو به عنوان تمرین داده، اون تعاریفی که در کتاب در صفحه قبل ما خوندیم، اینها رو تو ذهنتون بررسی میکنید، تو ذهنتون اینها رو میارید، تطبیق میدید که اینها از کدوم قسم کلمه است، اسم یا فعل یا حرفه. در کلمات زیر هر کدام از افعال، اسما و حروف رو در ستون مخصوصی بنویسید. یعنی یه ستون اسم، مثلا فعل، حرف، هر کدوم از این کلمات اسم اینجا تو ستون اسم می نویسید، هر کدوم فعل تو ستون فعل می نویسید. البته این کلمات و کلمات دیگه تمام، شما مثلا می تونید قرآن رو باز کنید، می تونید یه حدیثی رو باز کنید، یه متن عربی رو باز کنید، این ستون اسم و فعل و حرف رو بنویسید. این کلماتی که بالاخره در این متن عربی استفاده شده خالی از این ستا نیست دیگه، بالاخره یا اسم یا فعل یا حرف، اینا رو میتونید تمرین بکنید. زوها وقت چاشت، این اسم یه معنا داره دیگه، زمان نداره. شعر به معنای مو دلالت میکنه، برای یه معنای مستقل دلالت میکنه مو، منتها دیگه مو زمان نداره، گذشته یا آینده یا الاخر. من به معنای از، حرف معنای ربطی داره. یعتی به معنای می آید، الان می آید. این به معنای اومدن، باز زمان حال، فعل. اسد به معنای شیر، شیر
حیوان درنده، این دیگه معنای مستقلی داره، یه معنا داره دیگه، زمان نداره. این کبیر به معنای بزرگ همینطور معنای مستقل داره، زمان نداره. مسجد همینطور، صبح همینطور. لا تشرب، نیاشام الان، این یه فعل، زمان هم یعنی یه معنای مستقل داره، زمان هم داره. رجل به معنای مرد معنا داره، زمان نداره، معنای مستقل داره، زمان نداره. اسم حتی، تا، سلامون هی حتی مطلع الفجر، این فقط ربط حرف. اعلام بدان، این فعل، زمان داره، معنای مستقل داره. نصرتم، شما یاری کردید در گذشته، این فعل، زمان داره. یک طلو، میکشد، فعل. ل، انما یورید الله لیذهب، ل این حرف فقط برای ربط، معنای مستقل نداره ولو معنا داره. شارع به معنای خیابون، اسم، معنای مستقل داره، زمان نداره. زوگاک همینطور به معنای کوته. نما، رشد کرد در گذشته، تبعیض فعل. نام، خوابید در گذشته، فعل. سما به معنای آسمان، زمان نداره، اسم. لیل به معنای شب، زمان نداره، یعنی شب گذشته، شب اینجوری نیست، شب مطلق. این اسم. ذهاب به معنای رفتن، رفتن. اگه بگیم رفت زمان داره، رفتن دیگه هم میشه گذشته، آینده، این دیگه زمان نداره. اسم. نهار به معنای روز، زمان نداره، یعنی در چنارش روز گذشته اینطوری نیست، مطلق. اسم. بقر به معنای قاو، اسم. طائر، پرنده، اسم. اله، تا، حرف. و جن و ملک هر دو اسمند. سوال هشتم، بر کلمات هر ستون عرض کردم چند کلمه دیگه اضافه کنید. میتونید متنایی از قرآن یا نحس بلاغه یا سایر متون روایی، دعایی یا هر چی که دوست داشتید ملاحظه بفرمایید. این اسم و فعل و حرف رو میتونید جدا کنید، برای تمرین خوبه. سوال نه، بین فعل و اسم از جهت معنی چه فرقی است؟ دوستان از سوالات قبلی مشخص شد، از جهت قسمت اول هیچ فرقی نیست، اسم معنای مستقل داره، فعل هم معنای مستقل داره، فقط از جهت معنی این فرق رو دارن که اسم در کنار اون معنای مستقل زمان دیگه نداره، دلالت بر زمان در اسم وجود نداره، اما فعل در کنار اون معنای مستقل یکی از زمانها قطعا هست. سوال ده و سوال آخر، چرا در علم صرف از حرف بحث نمیشه؟ ما اینو هم گفتیم، اگه یادتون باشه عرض کردیم علم صرف علم تغییره، اصلا مباحث علم صرف در مورد تغییره. خیلی خوب، طبیعی است که حرفی که قابل تغییر نیست در این علم ازش بحث نمیشه. نه تنها حرف، گفتیم که هر کلمه‌ای ولو اسم یا فعل که قابل تغییر نباشه در علم صرف ازش بحث نمیشه. این تمرینات. اما بحث بعدی در مورد جامد و مشتقه، یعنی بحث بعدی از مباحث مقدماتی، اینا مباحث مقدماتی مشترکه، یعنی هم اسم و هم فعله، مربوط به یک قسم خاص نیست. ما هنوز به بحث اختصاصی فعل نرسیدیم، ما هنوز به بحث اختصاصی اسم نرسیدیم، ما فقط فعلا مباحث مشترک رو چه یه مباحث عمومی است میخونیم. کلمه جامد و مشترک، هر کلمه ای رو شما فرض کنید، طبیعتا کلمه چه میگیم؟ منظور اسم و فعل، حرفا رو دیروز عرض کردیم که دیگه کنار گذاشتیم. هر کلمه ای رو که شما لحاظ کنید، یا جامد یا مشتق، یکی از این دوتاست. جامد به اون کلمه ای میگند که دارای یه هیئتی است که با توجه به کلمه دیگه گرفته نشده، ساخته نشده، یعنی ساختارش طوری است که اینجوری نیست که ما این کلمه رو با توجه به کلمه دیگه درست کردیم، نه، کلمه ای است که ابتداعا از حروف الفبا این رو درست کردیم. اما مشتق اینجوری نیست، مشتق معنای لغویش یعنی اخذ شده، گرفته شده. این مشتق یعنی کلمه‌ای که از کلمه دیگه و با توجه به کلمه دیگه گرفته شده. این فرق جامد و مشتقه. مثلا شما دقت کنید، اینجا مثال زده، کلماتی مثل حجر به معنای سنج، مثل رجل به معنای مرد، این رجل از کلمه دیگه گرفته نشده، یعنی با توجه به یک کلمه دیگه گرفته نشده، بلکه واژه اولی حروف الف با رو در کنار هم گذاشته. حالا در اینجا هم این مباحثی است، ابتداعا از حروف الف با اینها رو جمع کرده و تعلیف کرده، کلمه کرده. اینو میگیم جامد. چرا؟ چون که از کلمه دیگه گرفته نشده، مستقیما از حروف الف با گرفته شده. اما مشتق به کلمه گفته میشه که با توجه به کلمه دیگه، مثلا نصره به معنای یاری کرد از نصر گرفته شده،
یعنی نصر خودش زامده یک کلمه است که ابتداعا از حروف الف با گرفته شده. ما بعد از اینکه اینو از حروف الف با گرفتیم از کلمه نصر و با توجه به همین کلمه نصر فعل ماضی درست میکنیم، نصره درست میکنیم، از نصره ینصره درست میکنیم، از ینصره عنصر درست میکنیم، ناصر درست میکنیم اسم فاعل، منصور درست میکنیم اسم مفعول، اینها رو ما درست میکنیم. این کلمات دومی که با توجه به کلمه اولی گرفته شدن، این کلمات رو در اصطلاح بهش میگن مشتق. و این کلماتی که گرفتیم از یک کلمه دیگه، اون کلمه مادر و اون کلمه اصل رو، اون کلمه در واقع مادر رو اصل در اصطلاح بهش میگند. یعنی اصل کلمه است که یه کلمه دیگه از این کلمه ما گرفته شده. مثلا نصر که گفتیم خودش زامده، نصر خودش زامده، از حروف الف با گرفته شده، با توجه به کلمه دیگه گرفته نشده. این خود نصر که زامده، الان نصره رو از همین نصر گرفتیم، این نصر میشه اصل برای نصره، مثل پدر برای نصره. گوین چه نصره پسر این نصره. و به خود نصره هم میگیم فرع، مثل پسر. به نصر میگیم اصل نصره و به نصره میگیم فرع نصر. یا از نصره ینصره درست میکنیم، این ینصره فرع برای نصره است و این نصره اصل برای ینصره است. فلذا شما ملاحظه می‌فرمایید که این نصره ما چه یک کلمه است، با توجه به یک کلمه اصله و با توجه به یک کلمه دیگه فرعه. نصره با توجه به نصر، چه نصره رو از همین نصر گرفتیم، فرعه، چون که از او گرفته شده و نصر اصله. و همین نصره با توجه به ینصره، چه ینصره رو از نصره گرفتیم، اصله. فلذا ملاحظه می‌فرمایید یک کلمه شاید میتونه احتمال داره هم اصل باشه و هم فرع باشه، منتها اصل باشه نسبت به یک کلمه، فرع باشه نسبت به یک کلمه دیگه. در هر حال اون کلمه‌ای که یک کلمه دیگه از او گرفته شده به اون کلمه اصل میگیم اصل، و به اون کلمه گرفته شده کلمه دومی، کلمه فرزند، بهش میگیم فرع. عنایت بفرمایید. ششمین مقدمه جامد و مشتق. کلمه یا زامد است یا مشتق، هر کلمه یکی از این دوتاست، خالی از این ستا دوتا نیست، بالاخره یا زامد یا مشتق. زامد کلمه است که از کلمه دیگه گرفته نشده، یعنی حروف آن ابتداعاً از حروف الفبا گرفته شده باشه، با توجه به کلمه دیگه ساخته نشده. مثل حجر به معنای سنگ از کلمه دیگه گرفته نشده، ابتداعاً از حروف الفبا گرفته شده. علم به معنای دانستن همینطور. عصا به معنای امید فعله، منتهای فعل‌های جامده، چه انشاءالله در مباحث آینده اینها رو بحث خواهیم کرد که از کلمه دیگه گرفته نشده. در مقابل این جامد مشتق، کلمه ایست که از کلمه دیگه گرفته شده، یعنی با توجه به کلمه دیگه گرفته شده باشه. مثل کلمه معلوم به معنای دانسته شده، اسم مفعول. عالم به معنای داننده، دانا. علمه به معنای دانست، اینا مشتقه. علمه از علم گرفته شده، عالم از یعلمو گرفته شده، معلوم از یعلمو گرفته شده. اینا میبینید هر کدوم از این کلمات سگانه که سه تا مثال زده، اینا از کلمات دیگه و با توجه به کلمات دیگه ساخته شدن. این رو ما میگیم مشتق. کلمه ای را که مشتق از آن گرفته شده باشد، یعنی این کلمه مادر که یه کلمه دوم، کلمه فرزند که همین مشتق بهش میگیم، از این کلمه گرفته شده باشه، این کلمه اصل رو اصل آن کلمه مینامند. حالا توی پرانتز نوشته چه زامد باشه چه مشتق. تو مثال یه لحظه هم عنایت بفرمایید عزیزان. ببینید شما نصر اصله، از نصر نصره، خود نصر زامده، مشتق نیست. خود نصر گفتیم ابتداء از حروف الف با گرفته شده، بس خود نصر زامده و اصله. اصل برای چیه؟ اصل برای نصره، درست؟ حالا این نصره خودش مشتق یا زامد؟ مشتق. چرا؟ چون که از نصر یاری کردن مصدر گرفتیم، بس این مشتق. این اصل یا فرع؟ نسبت به نصر فرعه، اما همین نصره ای که فرع نسبت به نصر
و مشتق از نصره و خودش یه کلمه مشتقه چون که از نصر گرفته شده. این کلمه نصر نسبت به ینصرو که ینصرو از نصر گرفته میشه خودش اصله. پس نصر اصله برای نصره، زامدم هست. نصره اصله برای ینصرو، مشتقم هست. پس اصل چیه؟ اصل اون کلمه ایست که اون کلمه مشتق از او گرفته شده. حالا این کلمه ای که از او گرفته شده یعنی کلمه مادر، حالا یا زامد باشه یا مشتق باشه. کلمه ای را که مشتق از آن گرفته شده باشه، حالا این کلمه مادر زامد باشه یا مشتق، زامد باشه مثل نصر، مشتق باشه مثل نصره، این کلمه ای که یه چیز دیگه از او گرفته میشه اصل آن کلمه گفته میشه. مثلا نصر اصل نصره است، زامدم هست. نصره اصل ینصرو است، مشتقم هست. ینصرو اصل ناصر، مشتقم هست و الی آخر. پس ما یه کلمه اصل و فر رو دقت بفرمایید. اصل اون کلمه ای که مشتق از این کلمه گرفته شده، این کلمه رو میگیم اصل این مشتق، اصل این کلمه. حالا این اصل مشتق باشه یا جامد باشه فرقی نمیکنه. در مقابل اون مشتقی که از او گرفته شده، به اون مشتق، به اون کلمه فرزند، فرع گفته میشه. نکته پایانی در این زمینه اینه که ما بالاخره کلمات اصل و فرع رو چه میذاریم؟ از یک اصل شاید چندین کلمه ما داشته باشیم. مثلا از نصر میبینید نصره درست کردیم، از نصره ینصرو درست کردیم، از ینصرو ناصر درست کردیم، یونسرو درست کردیم، منصور درست کردیم، انصر درست کردیم. اینا رو که درست میکنیم، مجموع کلمات اصل و فرع رو کنار هم میذاریم، یعنی قبیله این کلمات، کلمات همجنس یا به اصطلاح خودمان کلمات همخانواده بهش اطلاق میشه. عبارت کتاب رو عنایت بفرمایید. از یک اصل کلمات چندی گرفته میشه، یعنی از یک اصل شاید کلمات گوناگون و مختلفی گرفته بشه. البته بعضی از کلمات باید با واسطه گرفته بشه. مثلا عرض کردیم همین مثال، از نصر نصره، از نصره ینصرو، یعنی ینصرو رو مستقیما از نصر نگرفتیم، با واسطه کلمات متفاوتی گرفته میشه. اصل یعنی این کلمه مادر و مشتقات آن، یعنی فروعات اون رو که از او گرفته شدند، حالا یا با واسطه یا بی واسطه، بهش میگن کلمات همجنس یا کلمات متضانس یا کلمات همخانواده. این همین مطلب. مطلب بعدی که خدمتتون عرض کنیم در این کتاب به عنوان مقدمه هفتم ذکر کرده، حروف اصلی و حروف زائده. ما در کلمات عربی یه کلماتی رو که ما میخوایم بررسی کنیم، بعضی از کلمات بالاخره حروف اصلی دارند و زائد دارند و اینها برای تشخیصشون و اینا یه راههایی هست که انشالله عرض خواهیم کرد. مثلا شما در کلمه ناصر، منصور، که اینا چون که معروفه عرض میکنم، ناصر اون ریشه اصلی و بن اصلی که در تمام مشتقاته نون و صاد و راست، یعنی نصره اصله. حالا در اینجا یه الف زاید ناصر، این الف حرف زایده، یعنی مال بن کلمه نیست، مال اصل کلمه نیست، مال ذات کلمه نیست. یا در منصور میبینید همین نصره هست، نون و صاد و را هست، میم و واو در اینجا اومده. یا در ینصرو یا هست، نون هست، صاد هست، را هست، اما یا زایده. یا در تنصرو یا در انصر همزه زایده. پس ما در هر کلمه ای بالاخره حروف اصلی رو قطعا داریم، اما بعضی وقتا در کنار این حروف اصلی حروف زائدی هم داریم. فلذا یعنی مجموع بعضی از کلمات رو دقت کنید، بعضی ها فقط حرف اصلی رو دارن. مثلا نصر، کلمه نصر یا کلمه نصره حرف اصلی رو فقط داره، دیگه حرف زائد نداره. اما بعضی از کلمات غیر از این، علاوه بر حرف اصلی، این حروف اصلی، حروف زائد هم داره، مثل ناصر، مثل منصور. یه بحثی در علم صرف هست، چگونگی شناخت حروف اصلی از حروف زائد. طبیعتا من اون مثالی که خدمتتون عرض کردم، عزیزان اگه دقت بفرمایید، مثال ساده است. مثلا ناصر، منصور، به هر کسی بگی ناصر حروف اصلیش چیه، نصره رو میدونه، یا اونایی که با اجمالا با زبان عربی آشنا هستن. یا مثلا کاتب، کتبه، اینو میدونه.
منتها بعضی از کلمات هست که مشکله، بالاخره حروف اصلی از حروف زاید رو تشخیص بدیم مشکلتون که اون کلمات نامانوسه و طبیعتاً معنا هم در گروه اینه که ما معنای اصلی حروف اصلی رو از حروف زاید تشخیص بدیم، فلذا باید یه راههایی ما ارائه بدیم، یه راهکارهایی ارائه بدیم که تشخیص حروف اصلی و از حروف تشخیص حروف اصلی از حروف زاید رو برای ما نشون بده این راهها. یکی از راه ها رو در اینجا مؤلف محترم ذکر فرمودند و اونم اینه که ما یادتون باشه در همین بحث قبلی عرض کردیم که کلمات متضادانه، کلمات هم خانواده چه اصل مشترکات، میگه این کلمات رو یه چند مثلا شما میخواید بدونید منصور حروف اصلی و زایدش کدومه، شما این کلمات رو هم خانواده این کلمات منصور رو، کلمات متضادانه رو همش رو کنار هم بذارید، مثلا نصر، ناصر، منصور، ینصرو، تنصرو و الی آخر، اینها رو کنار هم بذاریم، اون حرفی که در تمام اینها بدون استثنا تکرار شده حرف اصلی است و اون حرفی که در یکی تکرار شده در دیگری تکرار نشده، در دو تا تکرار شده در سومی تکرار نشده، یعنی یکی هست یکی نیست، اینا میشه حرف زائد. مثلا شما در مورد علم اگه دقت کنید، علم و عالم و معلوم و متعلم و معلم و کنار هم بذارید، میبینید اون چیزی که در همه این کلمات تکرار شده عین و لام و میمه، اما مثلا عالم الف داره، در عالم داره، در علم نداره، در معلوم نداره، یا معلوم میم داره، در عالم نیست، در علم نیست، اینایی که در یکی هست در دوتا نیست، در دوتا هست در سومی نیست، اینها رو بهش میگیم ما حروف زائد. پس حروف اصلی یه راه اینه که حروف هم کلمات هم خانواده رو جمع کنیم، اون حرفایی که در تمام کلمات هم خانواده تکرار شده اینها حروف اصلی هستند، بقیه حروف زائدند. البته این یه راهه، راه‌های دیگری هم هست که در همین کتاب صرف ساده صفحه 300 رو اگه دقت بفرمایید سه تا راه اونجا گفته چجوری حروف اصلی و حروف زائد رو تشخیص بدیم. ما انشالله چون که فعلا مباحث مقدماتی هستیم زیاد وارد نمیشیم، همین راهی که در کتاب فرموده، یعنی کلمات هم خانواده رو کنار هم بذاریم، اونایی که در همه تکرار شده اصلی، در همه تکرار نشده زائد باشه، این حرف اصلی و حرف زائده. بحث بعدی و بحث آخر که سریع عرض کنم ابنیه کلمات، بناهای کلمات در زبان عربی 6 ما بنا داریم در مورد اسم و فعل، یه ثلاثی، رباعی و خماسی. ثلاثی به کلمه اطلاق میشه که 3 تا حرف اصلی داره، یعنی اون بن و اون ریشه اصلی 3 تا حرفه، 3 تا حرفه که در تمام کلمات هم خانواده تکرار میشه. بعضی از به اینا میگن ثلاثی، یعنی دارای 3 حرف اصلی. بعضی رباعی یعنی 4 حرف اصل و مادر داره که در تمام کلمات هم خانواده تکرار میشه. بعضی از کلمات داریم خماسی، یعنی 5 حرف اصلی البته داره. البته این ثلاثی و رباعی و خماسی که عرض میکنیم هر کدوم 2 قسمه، ثلاثی مزید، ثلاثی مجرد، رباعی مجرد، رباعی مزید، خماسی مجرد، خماسی مزید، چه به این معنا که اگه یک کلمه 3 تا حرف اصلی داشته باشه و در کنار این 3 تا زاید دیگه نداشته باشه، مثل علم 3 تا حرف اصلی داره دیگه زاید نداره، بهش میگیم ثلاثی مجرد، یعنی ثلاثی یعنی 3 حرف اصلی داره، مجرده یعنی مجرد از حرف زایده، مجرد یعنی خالی، خالی از حرف زایده. ثلاثی مزیدون فی، مزید یعنی زاید شده در آن، ثلاثی مزیدون فی یعنی کلمه ای که 3 حرف اصلی داره و مزیدون فی زاید هم هست. رباعی مجرد یعنی رباعی که 4 حرف اصلی داره، مجرد از زاید، زاید نداره. رباعی مزیدون فی یعنی حرف کلمه‌ای که 4 حرف اصلی داره و حرف زاید هم داره. خماسی هم همینطور، خماسی مجرد یعنی 5 حرف اصلی داره، زاید نداره. مزیدون فی یعنی زاید داره، یعنی غیر از 5 حرف اصلی حرف زاید هم داره. نکته پایانی این که این که ما گفتیم کلمه 6 بنا داره، این اسم و فعل هر در 4 بنا مشترکند، یعنی ثلاثی مجرد هم اسم داریم هم فعل، ثلاثی مزید هم همینطور، رباعی مجرد و مزید هم اسم داریم هم فعل، منتها خماسی 3 مجرد و 3 مزید مختص به اسمه، یعنی ما در کلام عربی فعل خماسی نداریم، 3 خماسی مجرد 3 خماسی مزید. پس ثلاثی و رباعی 3 مجرد و 3 مزیدش هم در اسمه و هم در فعل، منتها خماسی فقط مربوط به اسم، فلذا
در اسم ما میتونیم بگیم اسم 6 بنا داره، ثلاثی، رباعی، خماسی، هر کدوم مجرد و مزید، این 6 تا، منتها فعل 4 بنا داره، رباعی مجرد، رباعی مزید، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید. این یک نکته. نکته بعدی که خدمتتون عرض کنم اینه که فعل که خماسی نداره یه علت قطعا داره. اون دوستانی که علاقه دارن میخوان علت اینها رو بدونند میتونن به کتاب شرح شافیه رضی اوائلش مراجعه بفرمایید. اوائلش این بحث رو گفته فعل خماسی نداره، علتش رو گفته که چرا خماسی بودن مختص به اسم و مال فعل نیست. اگه عنایت بفرمایید شرح شافیه رضی جلد 1 صفحه 9 علت این بحث رو ذکر کرده. عنایت بس بفرمایید متن رو بخونیم. مقدمه 8 ابنیه کلمه. کلمه در زبان عربی دارای 6 بناست، زیرا یا 3 حرف اصلی دارد که به آن ثلاثی میگویند، یا 4 حرف اصلی دارد که به آن رباعی گفته میشه، یا دارای 5 حرف اصلی است که آن را خماسی نامیدند. هر کدام از این 3 قسم یا بدون حرف زایده، یعنی خالی از حرف زایده، چه به آن مجرد میگویند، یا دارای حرف زایده چه مزیدون فیه نامیده میشه. به مثال های زیر توجه بفرمایید. ثلاثی مجرد مثال زده علمه، یه فعل مثال زده علمه، ثلاثی مجرد، 3 تا حرف اصلی داره، عین و لام و میم، زاید نداره. رجل هم مثال زده به اسم، یعنی برای ثلاثی مجرد که 2 تا مثال زده، یکی برای فعل مثال زده، یکی برای اسم. ثلاثی مزید علمه فعل از باب افعال، 3 تا حرف اصلی داره، زاید هم داره، همزه زایده. و رجال 3 تا حرف اصلی داره، الف زایده. رباعی مجرد باز یه فعل مثال زده، یه اسم، 10 رجه به معنای غلطاند. رباعی مجرد 4 حرف اصلی داره، زاید نداره. جعفر چه چندین معنا داره، یکی از معانیش همین اسم شخصه که 4 حرف اصلی داره و زاید نداره. مزیدون فی تده رجه، این غلطیده شد تا زایده. جعافر زم جعفر، جعفرها، الف زایده. خماسی رو عنایت می‌فرمایید یه مثال زده، هم برای مجرد یه مثال زده، هم برای مزید یه مثال زده، به خاطر اینکه فقط دیگه خماسی مال اسمه دیگه، فعل خماسی نداره. سفرزل 5 حرف اصلی داره، همش این 5 تا حرفی که هست اصلیه به معنای به و زاید نداره. خندریس یا زایده، 5 تا حرف اصلی داره و یا هم زایده. این یه نکته توجه بکنید. خماسی بودن مختص، عرض کردیم خماسی بودن مختص به اسم است و فعل یا ثلاثی است و یا رباعی. یه نکته هم دقت بفرمایید و اون این که بعضی از ما چه گفتیم که اسم یا 3 حرفی است یا 4 حرفی است یا 5، اسم رو عرض میکنم دوستان دقت بفرمایید. بعضی از اسما داریم که ما 2 حرفیه، یعنی نه ثلاثیه نه رباعیه نه خماسیه، بس اینا جز، یعنی در هیچ کدوم از این تقسیمات و ابنیه قرار نمیگیرن. اینها دو دستند. بعضی ها مثل کلمه اب به معنای پدر دو حرفیه، منتها این اصلش صرفی بوده، اب واو داشته که حذف شده. اینها داخل میشن به همین کلمات ثلاثی، یعنی کلمات ثلاثی که ما میگیم کلماتی که بر سه حرف وضع شدن. حالا در بعضی از تغییرات و تصریفات این تبدیل و تغییرات بعضی وقتا بعضی از قسمت کلمه حذف میشه. یعنی اب چه ظاهرا دو حرفی است، اینو همین داخل ثنایی است، چون که اصلش سه حرفی است و اصل رو لحاظ میکنیم. البته بعضی از اسما هم داریم که دو حرفی است یا یه حرفی است، یعنی ثنایی است، یعنی دوتا، یا احادی است یک حرفی است، واقعا هم احادی و ثنایی است، یعنی اینجوری نیست که مثل اب مثل اخش اصلشون سه حرفی بودن، یعنی در اصل وضع هم همین دو حرفی یا یه حرفی بوده، مثل هوه چه ضمیر دو حرفیه. اینا شازه، به خاطر همین که یعنی کمه، نادره، به خاطر همین یه حساب مستقلی براشون باز نکردن که ابنیه کلمه رو بالا ببرن، بگن که ابنیه کلمه مثلا اسم احادی داریم، ثنایی داریم، چون که اینا محدودند، اینها رو در قسمت مبنیات غالبا بحث میکنند، فلذا اینجا ثلاثی و رباعی و خماسی رو مطرح فرمودند. انشالله اینها رو مرور میکنید. تا جلسه بعد شما رو به خدای بزرگوار میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.